فرض کنید که بخواهیم روی زمین شهری بسازیم که دایره‌ای شکل بوده و مانند یک چرخ عظیم 20 پرده‌ای به 20 قسمت کاملا مساوی تقسیم شده باشد. آیا این کار امکان پذیر است؟ It's like a piece of cake. We have all kinds of equipment. We have ما دستگاه‌های اندازه‌گیری بسیار دقیق را در اختیار داریم. ما کامپیوتر داریم، جی پی اس رو داریم. بنابراین می‌تونیم به راحتی این تقسیم بندی‌ها رو انجام بدیم به هر تعدادی که مورد نظر باشه. حال فرض کنید که هیچ کدام از این ابزارها را نداشته باشیم. حالا چگونه می‌توانیم این شهر را طراحی کنیم؟ قطعا این کار خیلی مشکلی هستش و به این راحتی نمیشه این کار انجام داد. دشت فیروزآباد 110 کیلومتری جنوب شیراز. اینجا مهندسین ایرانی حدود 1800 سال پیش به انجام این کار دست یازیدند. بقایای این شهر دایره‌ای را هنوز هم میتوان از فراز آن مشاهده کرد. شهر اردشیر، فر اردشیر یا اردشیر خوره. من شدیداً از دیدن این شهر عظیم دایره‌ای شکل تحت تأثیر قرار گرفتم. ایجاد این شهر که به صورت یک دایره کامل به همراه برج مرکزی در واقع توانایی مهندسان و شهرسازان ساسانی رو به خوبی به نمایش میذاره. ولی مهندسان ایرانی چگونه توانستند این شهر را طراحی کنند؟ آیا آنها برای ایجاد آن از پیش نقشه‌ای طراحی کرده بودند؟ قطعاً طرح و نقشه‌ای داشتند، وگرنه چطور میتونستن با چنین دقتی این کار را انجام بدن؟ توجه کنید که فواصل این خطوط که روی زمین شکل گرفتن بسیار دقیق و کامله. ظاهراً برای ساخت این شهر دایره‌ای در مرحله اول در مرکز شهر برج کوتاه ایجاد کردند. روی این برج اولیه سکوی ساختن و بر روی سکو دایره‌ای رسم کردن و شعاع‌های 20 گانه رو روی اون کشیدن، درست مثل اینکه شما کیکی رو به 20 قسمت مساوی تقسیم کنید. و سپس کاری که باید انجام می‌دادن این بود که ادامه این خطوط رو روی زمین مقابل برج بکشن و اونا رو امتداد بدن. ما هنوز هم نمی دانیم که آنها دقیقاً از چه ابزار و ادواتی استفاده می کردند، ولی احتمالاً وسیله‌ای مانند این داشتند. وسیله‌ای داشتند شبیه لوله تفنگ، ولی چوبی بوده، دو تا مگسک هم داشته. این دستگاه رو با شعاع‌های دایره روی برج همسو می‌کردند و بعد از میان دو مگسک نقطه مورد نظر رو روی زمین می‌دیدند و به شخصی که در پایین با میله علامت حضور داشت دستور می‌دادند که به چپ یا راست بره. بعد در نقطه مورد نظر میله رو به زمین بکوبه. این کارا که میشد، اون وقت نفرات بعدی خودشونو با نفر جلویی و برج در راستای یک خط قرار میدادن و به این ترتیب یک خط کامل، یا بهتر بگم یک شعاع اصلی و کامل از 20 شعاع دایره به دست میومد. همین روشو برای کشیدن شعاعهای دیگه هم به کار میبردن که تا انتهای دشت به قطر حدود 10 کیلومتر ادامه پیدا میکرد. این سیستم بسیار دقیق و کامله و واقعا تعجب برانگیزم هست.